به نام خدا. سلام، امین وحدت هستم. خوش اومدید به این ویدیو. میخوام با هم دیگه دستگاه مختصات قطبی رو یاد بگیریم. در چندین جلسه دستگاه مختصات قطبی رو تعریف میکنیم و ربط هاشو با دستگاه مختصات دکارتی میگیم و بعد معادلات و منحنی های قطبی و همچنین مثال هایی رو هم برایش حل خواهیم کرد و ارتباط هایی هم این وسط وجود داره، مثل تقارن نسبت محور ایکس ها و ایگرگ رو با ها و رسم انواع منحنی های قطبی رو با هم دیگه خواهیم داشت که معروف ترینش رو با هم دیگه حتما بررسی میکنیم. اضافه تر هم بهتون میگم، بریم که جلسه اول رو با هم دیگه داشته باشیم. خب، مفهوم اصلی مختصات قطبی اینه که، یا مختصات قطبی رو گاهن شاید بشه مختصات کروی، درست زیاد مثلا بگیم که درست نیستش. مختصات قطبی با کروی فرق میکنه یکم. خب اما خب بهش کروی هم میگن بعضی ها دیگه، من که نمیگم. خب وقتی که حرف از مختصات قطبی هستش، این مفهوم رو برای ما میاره که ما دیگه از اون حیطه دستگاه مختصات دکارتی یکم خارج میشیم، اما ارتباطشون باز هم میتونیم بریم با هم. ما در دستگاه مختصات دکارتی یا همون کارتزیانی با هم دیگه داشتیم که یک محور ایگرگ داشتیم، محور عمودی، یک محور افقی ایکس داشتیم که میتونستیم اینجا یک نقطه ای رو در نظر بگیریم، مثلا یه نقطه ای رو اینجا بذاریم، بهش بگیم که این نقطه هستش برای ما مثلا x و y، نقطه x و y هستش. الان محور همونه که x و y گرفتیم، دوتا نقطه رو من x و y گرفتم، اسم میگه فرقی نمیکنه، x صفر و y صفر، x صفر و y، هر چیزی میتونید بگید یه اسم. و میگفتیم که این جایی که وجود داره، مثلا من این خط رو رسم کنم، اینجا که نقطه صفر و صفر، این یه نقطه صفر و صفر، این هم نقطه x و y. ما میگفتیم که چون اینجا این عمود هستش، یه مثلث قائم الزاویه اینجا تشکیل شده و اینجا زاویه آلفا رو برای ما ساخته، این زاویه آلفا رو برای ما ساخته، این زاویه آلفا برای ما، اگه بگیم تانژانت آلفا رو بگیم، یعنی چی؟ یعنی شی به این خط رو گفتیم. پس من میام میگم که تانژانت آلفا برابر هستش با روبرو به مجاور، روبرو شند ایگرگ، مجاورش ایکس، برابر هستش با ایگرگ به ایکس، یعنی همون دلتای ایگرگ ما به دلتای ایکس، تغییرات ایگرگ نسبت به تغییرات ایکس برای ما تانژانت آلفا هستش. خب مفهوم دیگه هم که وجود داشت، من میتونستم که اینجا بر حسب این که من بگم این رو آر میگیرم، من این آر هستش، این خط اندازش آر هستش، میتونستم بگم که اینجا برابر هستش با، اگه اینجا رو بگیم، اینجا رو میتونستیم بگیم که ایکس برابر هستش با آر کوسینوس آلفا، آر کوسینوس آلفا، کوسینوس آلفا برابر هستش با، ببینید کوسینوس آلفا برابر است با مجاور به وتر، وتر ما آر هستش، از اونجا من میگم که ایکس مساوی هستش با آر کوسینوس آلفا. حالا سینوس رو بگیم، سینوس آلفا برابر هستش با مقابل به وتر، پس میگم که ایگرگ من هم برابر هستش با آر سینوس آلفا. اینا رو که در دستگاه مختصات دکارتی با هم دیگه میدونستیم، اما از اینها من میخوام استفاده کنم. بذار دستگاه مختصات قطبی رو تعریف کنیم و از اینا توش استفاده بکنیم. دستگاه مختصات قطبی اینجوری هستش که ما یه دونه محور افقی داریم، حالا هرچی میگیریمش اسمشون، یه محور افقی داریم
مثلا من اسمش رو همون x میگیرم، و یه دونه هم اینجا چیزی داریم به اسم این که این نقطه هایی که تو این دستگاه مختصات دکارتی قرار میگیرن اینجا رو هم مرکز بگیرم، یه r هایی اینجا داریم، یعنی اون اندازه هایی داریم. مثلا بگم که اینجوری بگم، یه دایره های متحد و مرکزی هستن که حالا شعاهای مشخصی هم دارن، مثلا شعای r1 رو داره، یکی شعای R2 رو داره، یکی شعای R3 رو داره. دایره های متحد و مرکز هستن، مرکز هم 0 0 و محور همون هم X. وقتی مثلا ما بگیم که اینجا رو هم بگیریم محور همون، محور X هستش، محور Y هستش، دوباره اینا رو رسم میکنم، اما دستگاه مختصات قطبی هستش. چرا؟ که الان میخوام بهتون بگم دیگه ما بر حسب X و Y کار نمی کنیم اینجا، بر حسب این کار میکنیم که وقتی مثلا نقطه رو اینجا قرار دادیم از اینجا به اون وصل کنیم، یک اندازه R داره و یک زاویه آلفا، یک زاویه آلفا. ما دستگاه مختصات قطبی رو اینجوری تعریف کنیم. اینجا تعریف کردیم زوج مرتب X و Y، زوج مرتب X و Y، نقطه مثلا R، اینجا رو نقطه R بگیم، نقطه R رو زوج مرتب X و Y تعریف کردیم. مثلا من بگم متناظر این روی دستگاه مختصات قطبی، این هم همون A هستش، برای ما میشه نقطه R و آلفا، نقطه R و آلفا متناظر X و Y روی دستگاه مختصات قطبی هستش. پس دیگه با X و Y من بیان نکردم، بر حسب آلفا و R میشناسمش. در دستگاه مختصات دکارتی هر نقطه‌ای که داریم منحصر به فرده، یعنی ما نمیتونیم بگیم که دو تا نقطه وجود داشته باشه که یکی باشن، نه، اینا با هم حتما فرق میکنن، اما در دستگاه مختصات قطبی میتونیم داشته باشیم. مثلا بگیم که نقطه ای مثل R1 و تتا 1 و R2 و تتا 2، اینا میتونن با هم برابر باشن. ببینید اگه بنویسیم تتا 2 برابر هستش با 2 کاپی به اضافه تتا 1، یعنی اگه این به چرخه به دو کافی بزاوی دو کافی بشه به چرخه، این تتا دو با تتا یکش یکی میشن. اینا برای ما فرقی نمی کنن، این دوتا نقطه یکی هستن. برای همین میتونیم بگیم که در دستگاه مختصات قطبی ما میتونیم نقاط زیادی داشته باشیم که همون نقطه رو برای ما تعریف کرده باشه، اما در دستگاه مختصات دکارتی نمیتونیم، در قطبی میتونیم. این از این مباحث. پس دستگاه مختصات قطبی رو ما با آی و آلفا میشناسیم. مثلا اگه بگی که یه نقطه اینجا وجود داره، یه نقطه اینجا وجود داره، من میگم که این زاویهش رو از اینجا محاسبه کن، مثلا یه زاویه اومگا مثلا ساختیم، خودشم اندازه مثلا آر، این رو ما میتونیم اینجوری تعریف کنیم، بگیم که ما نقطه‌ای رو در نظر داریم که اندازه‌اش R هستش و زاویه‌اش هم اومگا هستش، راحت میایم اینجا پیداش میکنیم و رسمش میکنیم. حالا برای مباحث که تقارن هستش و قرینه هستش در جلسات بعدی خواهم گفت. اما از اینها چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ ببینیم اگه ما بگیم که اینجا R2 ما که وتر هستش، رابطش با X و Y چیه؟ طبق گزدیه فیثاغورس من میتونم بنویسم که اینجا R2 برابر هستش با R2 سینوس 2 آلفا به اضافه کوسینوس 2 آلفا. الان میگی که اینو از کجا آوردی؟ بذار کامل براتون بنویسم، بعضی از دوستان شاید متوجه نشن. ببینید من میگم که این دوتا رو به تمام برسون، اینجا میگم
میشه x دو توان برسون جمع بزن x دو به اضافه y دو مساوی هستش با x دو به توان دو اینجا میشه r دو کوسینوس دوی آلفا به اضافه r دو سینوس دوی آلفا از r فاکتور بگیر r دو سینوس دوی آلفا به اضافه کوسینوس دوی آلفا مگه ما نمیگیم که طبق اتحاد مثلثاتی اول ما سینوس دوی آلفا به اضافه کوسینوس دوی آلفا یک هستش این یک پس اینجا میدونیم که x دو به اضافه y دو مساوی r دو هستش x دو به اضافه y دو مساوی r دو پس اگه من اینجا x و y رو داشته باشم در دستگاه مختصات قطبی میتونم r رو پیدا کنم پس r برابر هستش با رادیکال x دو به اضافه y دو من r خودم رو متناظر روی دستگاه مختصات قطبی پیدا کردم پس اگه x و y رو به من بدن من میتونم این طرف r رو به دست بیارم اینو چجور؟ اینجا آلفا رو چجور به دست بیاریم؟ اولین زوج مرتب خود از اولین مؤلفه از زوج مرتب خودم رو به دست بیاریم دومین مؤلفه آلفا هستش اون رو چجوری به دست بیاریم؟ ببینید اینجا هستش تانجانت آلفا برابر ایگره به ایکس پس من میتونم اینجا بگم که تانجانت اینورس تانجانت وارون ایگره به ایکس من برابر هستش با آلفا تانجانت وارون ایگرگ به ایکس من برابر هستش با آلفا خب آلفا رو هم گیر آوردم پس میبینید که اگه من ایکس و ایگرگ رو داشته باشم میتونم اینا رو به دست بیارم همچنین اگر آلفا و آر رو داشته باشم میتونم به اون هم برسم اما راهکارهایی هم اینجا وجود داره که حالا روی سوال میگه یا خودمون از یه جایی میفهمیم که چجوری این ایکس و ایگرگ رو به دست بیاریم و این مباحث به این راحتی ما میتونیم نقطه متناظر x y روی دستگاه مختصات قطبی r الفا رو به دست بیاریم و رسمش کنیم مثلا به ما بگی که x برابر هستش با 2 y برابر هستش x 3 و y 4 وقت من میگم که r من برابر هستش با چقدر 3 به توان 2 به اضافه 9 به اضافه 4 به توان 16 جمعشون میشه 25 رادیکال 25 r مساوی هستش با چقدر r مساوی هستش با 5 و بگیم که تانجانت وارون 4 سوم حالا یه آلفای رو گیر میاریم این هم آلفاش که برابر هستش با تانجانت وارون 4 سوم حالا مقدارش هر چقدر هستش میذاریم و این نقطه متناظرش رو پیدا میکنیم و میاریم اینجا رسمش میکنیم مثلا میگیم که این از آلفاش این هم از اندازه آرش مثلا میاد اینجا یا اینجا فرق برای ما نمیکنه این هم از دستگاه مختصات قطبی و رابطش با دستگاه مختصات دکارتی در جلسه بعدی میریم سراغ بحثای معادلات قطبی رسم نمودارهای قطبی، رسم دایره در مختصات قطبی، منحنی‌های قطبی و خیلی از مباحث دیگه که با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که دوست داشته باشید، منتظر ویدئوی بعدی از من باشید که منتشر بشه. پیشنهاد می‌کنم که در کانال من سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا به واسه اینکه ویدئوی جدیدی منتشر شد برای شما نوتیفیکیشن ارسال بشه. در کانال من می‌تونید آموزشات ریاضیات و فیزیک و مطالب علمی و کلیپ‌های علمی که خودم می‌سازم رو ببینید. لینک پیج اینستاگرام و سایت خودم هم در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم میتونید اونجا هم منو در اینستاگرام فالو کنید و مطالبم از سایت هم دنبال کنید نظری پیشنهادی داشتید برام بنویسید تا جلسه بعدی بدرود